که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند هستیم، در خدمت آقای مهندس حسن فیروزی. در ساعت قبل گفتگو به اینجا رسید که آیا یک کتابی که مدعی است که کتاب تعلیم است، اولا اجازه تحکیم دارد یا ندارد، و آیا یک کتاب تعلیمی می تواند که نقش کتاب قانون و مجری قانون داشته باشد، و سوال یا مطلب مورد تذکر آقای مهندس فیروزی این بود که چرا در این قرآن برای سرنوشت یا نوع حکومت مسلمین بعد از رحلت رسول اکرم نسخه نپیچیده یا پیامی نداده. پاسخ من که الان به ایشان تقدیم میکنم این است که قرآن از آغاز تا پایان روش زندگی و حق زندگی و حق فردی و حق اجتماعی و اصلا همه قرآن از اول تا آخر راجع به تعاملات و حقوق و مسئولیت آدم ها در جامعه صحبت میکنه. اما اینکه قرآن چرا حاکم تعیین نکرده یا وصی تعیین نکرده برای پیامبر، این است که پیامبر در شغل پیامبریش وصی نداشته، در شغل خلافتش هم اجازه تعیین خلیفه نداشته. خود محمد رو مردم انتخاب کردن به خلافت. یعنی اگر بگوییم که سنت او رو ما میخواییم که اداره بکنیم، اجرا بکنیم، دنبال بکنیم، خود او با رأی مردم انتخاب شده، چطور میتواند که او رأی بدهد که بعد از من این آقا یا این خانم خلیفه میشود؟ موضوع خلافت تحت هیچ عنوان در اسلام قرآنی یک حق قابل وراثت نیست. حق حاکمیت فردی در قرآن وجود داره و افراد می توانند که بر اساس برداشت خودشون از قرآن یا از هر موضوع دیگری وکیل انتخاب بکنند و وکلای اونها در شورا قانون می سازند و این قانون بر مردم حاکمیت داره. هیچ نیروی دیگری من جمله قرآن هیچ حاکمیتی بر مردم نداره. تنها مردم هستند که بر مردم حاکمیت دارند و کار قرآن محدود به تربیت مردم است. و اینکه چرا مردم تربیت نمیشوند، پس این عیب در معلم است که مردم تربیت نمیشوند. اونجا من فکر میکنم که نکته است که با آقای مهندس فیروزی قابل بحثه که چرا این قرآن که کتاب تعلیمه معلمه اینقدر شاگرداش دور از علمی هستند که قرآن به اینها یاد داده. اون شاید بتواند که بگیرم سوال که بشد. فقط به صورت پس به این ترتیب روایت یا برداشت 300 میلیون شیعه در مورد عید قدیر خم باد هوا شد دیگه. تقریبا بوده قبلا، یعنی قابل بحث قبل قابل ذکرم نیست، درسته؟ چون به هیچ عنوان چنین چیزی وجود نداره. خب، چون در مقابل هر یک شیعه چطور شد که امام حسن آمد و این خلافت را داد به معاویه؟ اگر امام حسن هیچ کاره بود، چطور شد آمد و خلافت را به یه مبلغ پول و توافق داد به یزید؟ ببینید اینها همه در تاریخ‌هایی نوشته شده که یعنی وجود نداره. شاید که ما یک موضوعی رو در اول بحث فکر کردم که من جلسات گذشته این قرارداد رو با شما گذاشتم، ولی خب باز هم تکرار میکنم. پس این سوال تو ذهنتون باشه در یه جلسه دیگه راجع به جریان ولایت. بحث ما با شما درباره چارچوب قرآنه، و اگر که ما بحث رو محدود به اون بکنیم ممکنه که به یک نتیجه برسیم.
ولی اگر که بحث رو به تاریخ بکشیم، تاریخ خیلی گسترده است و بعد باید مورخین هم با هم دیگه اختلاف نظر داشتند و بعد کارهایی که این مورخین میگویند این افراد کردن نه با منطق تطبیق میکنه، نه با قرآن تطبیق میکنه، نه با عقل تطبیق میکنه. چشم، پس میگیرم ما راجع به اینا دیگه سوال نمیکنم. فقط سوال اساسی اینه که اگر این کتاب را خدا وحی کرده، خدایی که عالم هست، قادر هست، همه چیز را میداند و در این کتاب از همه چیز، اینی که یوسف، یونس چطور در شکم ماهی قرار گرفت، صحبتهایی کرده، حکایتهایی کرده، و اگر کتاب تعلیم و تربیت هست، چطور در عرض 23 سال پیغمبرش نتوانست یا قومش استعداد تربیت شدن نداشتند که وقتی سرش گذاشت زمین اسلام را به چند فرقه، اولا یک عدهشون برگشتن، تمام دوره خلافت ابوبکر به این منتهی شد که تمام این قبائلی را که به اسلام ایمان آورده و بعد از فوت پیغمبر از اسلام برگشته بودند یا کشت یا اسیرشون کرد که دوباره اسلام جان گرفت. و چطور مردم در مورد انتخاب جانشینان پیغمبر و علارغم 23 سال تربیت خداوندی نتیجهشان این بود که چیز خوبی از آب در نیامد. من قبل از اینکه این موضوع رو بیشتر مطرح بکنم یه داستان واقعی براتون میگم. من کلاس 11 دبیرستان بودم، یک معلمی داشتیم، یا شاید کلاس 6 ریاضی بودم، بلدم 12 بودم، یک معلم شیمی جدیدی اومده بود سر کلاس که تحصیلاتشو فرانسه کرده بود و بعد آمده بود ایران و استاد دانشگاه شده بود و بعد گفته بودن که این اشکال سیاسی داره و زندان بود و بعد درجهشو پایین آورده بودن و معلم شده بود، ولی دکترای شیمی داشت و اینا. و دوستانی که هم سن و سال من هستن آقای دکتر فریدون و کوشا رو خیلی خوب میشناسن. ایشان روز اولی که سر کلاس آمدند و معلم شیمی جدید ما شدند، معلم شیمی قبلی هم مثل من خیلی بی سواد بود، هیچی ما بلد نبودیم از شیمی. از یک نفر سوال کرد، یه فرمولی رو سوال کرد و جوابی داد و خیلی با عصبانیت تندم بودیشون، گفتن که بفرمایید بتمرگید، رفت نشست. از دومی پرسیدن، اونم بلد نبود و به اونم همینه گفتن. نفر سوم قرعه به نام من اصابت کرد و از من یک سوال خیلی ساده ای کردن، خیلی ساده، اون رو هم من بلد نبودم. بعد به من خیلی مؤدب و اینها گفتن که شما بفرمایید سر جاتون جلوس بفرمایید تا من بقیه جلسه رو ادامه بدم. همه ما تعجب کردیم و گفتیم که این چطوری که من از همه بی سوادتر بودم توی اون کلاس و این از همه بیشتر به من احترام گذاشت. نشستیم و یک کمی جلوی کلاس راه رفت و گفت من تمام فحش‌های دنیا رو جمع می‌کنم، از این دو نفر پس می‌گیرم، همه فحش‌ها و حقارت‌های دنیا رو جمع می‌کنم و به کلاس تقدیم می‌کنم و همتون، چون 3 نمونه من انتخاب کردم و دیدم یکی از یکی بدتر، اینه که معذرت می‌خوام به شما و به شما فحش دادم، من اونا رو پس می‌گیرم، بدترش رو به کلاس تقدیم می‌کنم. ما اگر که بخواهیم که در مورد موضوع تعلیم و اثر تعلیم در مخلوق در طول تاریخ از حضرت آدم تا خاتم بخوایم بررسی بکنیم، بایستی که بریم سراغ اون اولی، یعنی بایستی که راجع به سیستم آموزشی خدا صحبت بکنیم، نه راجع به اسلام و قرآن و محمد که این سیستم اصلا چیه. اون وقت باز یک پله بعد عقب‌تر بریم که اصلا چرا ما رو آفریدی، چرا ما رو تو بهشت قرار دادی، چرا از بهشت بیرون کردی، چرا این همه بلا سر ما میاری که ما برگردیم دوباره به بهشت، چه اشکالی داشت که از اول. خب شما راجع به اینا اطلاعاتی دارید؟ من راجع به هیچ کدام اینها اطلاعات ندارم. قرآن، تورات، راجع به این مسائل سوالاتی که کردید جوابی دارم؟ هیچ جوابی ندارم. حالا میخوام عرض بکنم که جوابی که از نظر منطق و عقل برداشت میشه، و اینم یک سوال فلسفیه، سوالی نیست که من اینطور فکر میکنم، شما ممکنه نوع دیگه ای فکر بکنید، چون قرآن میگوید که همه چیزها بر مبنای اکتسابه،
اکتساب بر مبنای اراده است، اراده بر مبنای اختیاره. حالا اگر باز بریم حکمت خدا رو ببینیم که چرا به من اختیار دادی، من چه میدونم چرا اختیار دادی، ولی اختیار دادی، اختیاری دادی، اختیار خودش میگه من اختیار دادم. قربونتون برم، تمام صفتهایی را که ما داریم ارث میبریم. قد پدرمون رو خودمون انتخاب نمی کنیم، مادرمون رو خود انتخاب نمی کنیم، ژنی که قد ما را تعیین می کنه ما انتخاب نمی کنیم، ژن چشمون انتخاب نمی کنیم. اختیار در تولد رو شما میگید. نه، هیچی نداریم. اصلا این کلمه اختیار را علمای دین برای چون نمی توانن به این سوالات جواب بدهن اختراع کردن و بشر را موجودی مختار. اصلا ما مختار نیستیم. عمر ما را کی تعیین می کنه؟ شما راجع به اختیار مطلق صحبت. نه، اختیار مطلق، اختیار نسبیش هم نداریم. ما اختیار نسبی داریم. الان گفت که این که گویی این کنم یا آن کنم. بذار من بگم اختیار ما نشستیم توی کشتی. خود دلیل اختیار است. ما فقط کشتی که ما انتخاب نکردیم مقصدشو نمیدونیم، ما را اونجا نشوندن، ما میتونیم این بر بشینیم دریا رو نگاه کنیم یا این بر بشینیم سالون. اختیارات ما خیلی خیلی محدوده. آفرین. من دا اینجا با شما موافقم که در مقابل اون چی که به نام اختیار ما در هستی شناسایی میکنیم، سهم ما از این اختیار بسیار جزئی است. در اینجا با شما 100% موافقم. اما اینکه این اختیار که خیلی جزئی است برای یک کار جزئی به ما داده شده و این اختیار برای اون مسئولیت تکافو میکنه. ببینید، شما رو امروز برای اینی که چرا در آفریقای جنوبی جنگ شد هیچ دادگاهی محاکمه نمیکنه، اما شما رو برای این که همسایتون رو یه کشیده تو گوشش زدید محاکمه میکنه. چرا؟ چون اتفاقی که برای این همسایه افتاده در حیطه اختیار شما بوده. اما اون کسی که در آفریقای جنوبی جنگ کرده یا نمیدونم بمب انداخته یا هر کاری کرده، شما رو هیچ کس نمیگه این کار چرا کردید، چون میگید من نه اختیار داشتم نه مسئولیت نه مبادرت به این کار کردم. قرآن اون اختیاری رو که به شما میده، مسئولیت ناشی از اون اختیار رو از شما میخواد. قرآن میگوید که من بر اساس عدالت، عدالتی که قرآن معتقده که خدا عدالت داره، میگه من خارج از اون عدالت بیش از اون چی که به شما دادم مطالبه نمی کنم. اگر شما اختیار دارید که این قلم رو حرکت بدید، شما مسئول زلزله نیستید که زلزله چرا اومده. شما نظرتون این است که اختیارات ما با مسئولیت های ما با همدیگه تطبیق و تعادل دارن یا ندارن؟ ابدا. نظر شخصی جناب عالی. مدارک داریم. ببین وقتی که ما ژن، ببینید ما را پس پرده توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو آن کردم. قربان خدا در وجود ما حرص و آز و طمع و خودخواهی و خودگندبینی را به حد زیاد گذاشته، بعدن گفته که نیکوکاری خوبه. جناب دکتر، نصف ثروت دنیا را الان 8 نفر دارن، هنوز صبح و شام کار میکنن. چرا؟ برای اینکه ژن هرسه. ما هرچه تملق از دیگران بشنویم اغنا میشویم و این باعث بدبختی و گمراهی ما میشه، ولی دوست داریم، میگیم که میدونم که دروغ میگی ولی خوشم میاد. قربان اشکال در خلقته. اگر وارد این بحث بشید، من میخوام به شما بگم یه بچه‌ای که 5 سالش سرطان داره، خدای مهربان چرا اینو به این مرض گرفتار کرده؟ یه آدمی که قدش بلنده، یه آدمی که قدش کوتاهه، شما به میل و اراده خودتون در ایران به دنیا آمدید؟ خیر. گرسنگان آفریقا دلشون میخواد اونجا به دنیا بیان؟ نه خیر، اونا رو من فرستادم. خب اونا رو کی کرده؟ من اونا رو من کردم. شما رو کردید. اونا رو من کردم. ببینید، قد بلند و قد کوتاه اگر طبیعی باشه که خدا کرده، اما اگر که کسی سرطان گرفت، سرطان من کرده. هیچ کس بدون علت و بدون خطا سرطان نمیگیره. هیچ بچه ای بدون خطای انسان که از اراده او ناشی میشه ناقص الخلقه به دنیا نمیاد.
حالا علم تا اینجا پیش رفته که یک مقداری علتهای این کار رو اکتشاف کرده. مثلا یکی از علتهاش اینه که وقتی پدر مادر یا نسلهای گذشتهشون بیماری مقاربتی دارن، یکی از دلایل عمده‌ای که بچه‌ها ناقص میشن اینه که ممکنه که اون علتش باشه. علتهای دیگه هم داره که به تدریج الکل هست، مواد مخدر هست، اینا ببین آقای دکتر آیا اینا با اختیار آدم سر و کار داره یا نداره؟ من با این آشنا هستم، ولی وقتی شما کتابی را میذارید زمین و میگید این کتاب تعلیم و تربیته و کتاب قانون نیست، این دقیقاً برخلاف 70 سال 70 و چند سال شنیده های من هست و احساس میکنم که شما از زیر کار در میروید. نه ببینید، شما نمیخواد جواب بدید، میگید آقا فیروزی در دنیای اسلام اگر به این کتاب عمل میک، خب یهودی هم همینو میگه، مسیحی هم میگه، بعدم نمیگه ها، خیلی هم راحته از زیر کار در رفتن، راحته، انسان ها مقصرن. آقا به ما جواب بدید، آقا خدا میتوانست بهتر از این خلق بکنه؟ در کتابش، شما میگید کتاب قانون نیست، الان در تمام دنیا دست سارقین را به استناد آیات این میزنن، دختر 9 ساله را به استناد این شوهر میدهن، مسلمان ها 4 تا حداقل زن میگیرن، میگن که خود حضرت محمد در قرآن اجازه داده به ما. ببین تمام اینها، مثلا الان گوشت خوک نمیخورن، گوشت خوک در قرآن حرامه، در تورات هم حرامه. چرا گوشت؟ اصلا ما نمیدونیم چرا گوشت خوک نمیخوریم. دیروز تصادفا یکی از بحثایی که قرآن گفته چرا. ببین قربان، قرآن کتابش ما میخواد که فرمایشاتونی که میکنید یکی یکی به منظورم اینه که ببینید تمام اینها به ذهن ما رفته، نمیدونم یک از قرآن به ذهن شما رفته یا از ذهن ملا، از تمام مبلغین اسلامی و آقاسی، یعنی ملا و آقاسی هایی که در لباس های متفاوت. حالا شما یه فلسفه جدیدی را درست کرده اید و اسلام را یک دیانت اجرا نشده، یک گنج باز نشده مطرح میکنید. من میگم اصلا برای اجرا نیست، کتاب تربیت، اینجوری بگم یک کتاب تعلیم و تربیت، این اصلا یک نوع تناقض فلسفی ایجاد میکنه اگه قرآن بخواد اجرایی باشه، به خاطر اینکه خدا میگه من به شما اختیار دادم، راه و چاه رو هم به شما نشان دادم، کار من تمام میشه. این خلاصه قرآنه. حالا اگر خدا آمد به شما اختیار داد، بعد اختیار گرفت دو مرتبه و شما رو مجبور کرد به اینکه آدم خوبی باشید، خب آقا من اصلا خدا به من اختیار رو داده، به استناد خدا من خدا رو قبول ندارم و یه بت میپرستم، جای دیگه چه اشکالی داره؟ آقای دکتر در اسلام اولین مبارزه، اولین کشت و کشتار که ابراهیم شروع کرد، بعد اون یکی ها شروع کردن مبارزه با بت پرستیه. شما دائما میگید خدای واحد، مبارزه با بت پرستی، با کشتن بت پرست، دو تا موضوع مختلفه. نگم بت کده ها رو همیشه از بین بردن، قربانتون برم، حضرت ابراهیم اول کسی بود که این کارو کرد. خب این کار چه اشکالی داره؟ اشکال داره، آزادی رو از من بت خدا میدونم، من میخوام این لیوانو بپرستم، من میخوام این کتابو بپرستم، من میخوام زنمو بپرستم، نوهمو بپرستم. آیا شما فقط بت میپرستیدید یا اینکه به من هم شبیخون میزدید؟ نه به هیچ کس شبیخون زدن غیر اخلاقیه. آیا کاری که ابراهیم کرد یک سری افرادی بودن که در یک جایی، یک معبدی، یک بتی رو گذاشته بودن که ساختمانشو خودشون ساخته بودن، همه کاراشو خودشون کرده بودن، گفتن آقا ما بت رو میخواییم بذاریم اینجا بپرستیم، ابراهیم یک مرتبه بهش وحی شد که برو بتای اینا رو خراب کن، آیا این بوده یا اینکه ادعای مخالف نظر شما اینه که بالاخره اون طرف هم یه وایسی دارن، یه حرفی دارن دیگه، میگن آقا این خانه‌ای که اسمش خانه کعبه هست، این اولین محلی است که بشر از طریق اینجا به خدا عبادت میکرده، به خدای یکتا. این چند سال پیشه؟ مثلا 100,000 سال پیش، 1,000,000 سال پیش، 2,000 سال پیش، اصلا رو تاریخش ما بحث نمی کنیم. من میخوام ببینید سوالاتی که میفرمایید اجازه بدید که جوابش محدود به همون سوال باشه. شما فرمودید که ابراهیم
متجاوز به حقوق بت پرستان بوده. من میخوام عرض بکنم که بت پرستان متجاوز به مسجد موحدین بودن، یعنی بت پرستان قرآن. حالا کی درست میگه کی غلط میگه، ما راجع به موضع این افراد صحبت میکنیم. قرآن میگه اصالت این خانه، قدمت این خانه مربوط به اولین پیامبر من میشه که حضرت آدم بوده و اون بنای این ساختمان رو ساخته و این ساختمان اولین مرکز یا مسجد یا معبد پرستندگان خدا یکتاست. اگر ما این رو از قرآن قبول بکنیم، این افرادی که در طول تاریخ خانه کعبه رو اشغال کردن، مثل همین الان که اشغال کردن، الان خانه کعبه بتخانه هست یا نیست؟ نه نیست. خب پس چی رو اونجا میپرستن؟ خدا رو، خدا رو میپرستن. منتها یه به سمبولی هست. ببینید، صد بار از این خانه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه. ببینید الان اگر این تئوری شما انجام گرفته باشه، با عرض معذرت، اسرائیلی ها من همینه میگن که دیوار ندبه را داوود ساخته و با فلسطین. چه اشکالی داره؟ خب الان ببینید آقای دکتر، همه اینا یک محل نیست که در اون محل جمع میشن به خدا عبادت میکنن، نه به دیوار. اما الان در حال حاضر که من و شما با هم صحبت میکنیم، مثل زمان ابراهیم شده، یعنی بازم الان به سنگ پناه میبرن. الان کسانی که میرن اونجا دنبال خدا میگردن یا دنبال سنگ بنای خدا میگردن؟ الان کسانی که میرن این امام های شیعه رو زیارت میکنن، امام شیعه، امامی که فوت کرده، امامی که روحش پرو خداست، شما اگر از این امام درخواست دارید، باید از روحش درخواست کنید که پروی خداست، یا باید برید آجر ساختمانش رو بگیرید تا دردتون دوا بشه. 100%. و اگر اینا دردها رو دوا میکرد دیگه دردی کاری نداریم که دوا میکنن یا نمیکنن. میگم شما امروز وقتی که دنبال خدا میگردید، شما خونت هم میتونی بشینی دنبال خدا بگردی، امام رضا هر چی دلت میخواد بخواد، بخوای اگر امام رضا حاجت میده، اگرم نمیده به خودش مربوطه. و اینها را رفتن و حتی امامزاده های سیار درست کردن نشانه ای از اسلامیت نداره. پس برمیگردم به ابراهیم و سخنی که درباره ابراهیم فرمودید. ابراهیم مأموریت پیدا کرد که این مستأجرین بی اجازه متصرف خانه خدا رو بیرون بریزه و بگه برید بیرون، هر بتی میخواین هر جا بپرستید، خودتون برای خودتون یه معبد درست بکنید، هر چی بت میخواید بذارید اونجا بشینید صبح تا شب بپرستید. اونجا رو تخلیه کرد در آیین ابراهیمی، آزاد بود جای دیگه اگه بت پیدا بکردن. ولی در قرآن میگوید که من فکر کردم که بت پرستی بدترین کاری بود که ابراهیم با اون شروع کرد. خیلی کارا بده ولی تنبیه نداره. در همین قرآن، مگه کافر در قرآن بد نیست آقای دکتر؟ آقای مهندس، مگه کافر در قرآن؟ همین کافر رو میگه که شما اگر کافر اومد پروتون و گفت که بیا این معبود منو بپرست، شما بگید که نه من معبود تو رو میپرستم، نه تو معبود منو میپرستی، و من و تو در معبود با هم تفاوت داریم. گفت من آیه های ناسخ و منسوخ داریم مطلقا در قرآن، ما ناسخ و منسوخ نداریم. تحت هیچ عنوان هر کس گفته اشتباه گفته. من پشت این میکروفون از تمام علمای دنیا هر کجا که هستند، صرف نظر از عقاید سیاسی که محدود میکنه ماها رو با هم، هر کس در ایران، در عربستان، در هر کجای دنیا که یک آیه از قرآن پیدا بکنه که آیه بعدی رو نسخ میکنه، بیاد و در اینجا با هم صحبت بکنه. جایزه میدید بهش؟ جایزه میدم. این آیهی که الان اشاره فرمودید بهش، این آیه میگه چی؟ میگه که ما ننسخ من آیاتهی. آیا در اینجا گفته که ما ننسخ من آیات قرآنهی؟ آیا آیات خدا محدود به قرآنه؟ ببینید چه اشتباهی در تاریخ. بله. کدوم تفسیر آقای دکتر؟ راجع وقتی در قرآن خدا صحبت میکنه، راجع به نسخ مطلقاش ابداً چنین چیزی نیست. بله. من اینو یه جلسه دیگه میذارم در ناسخ منسوخ. اجازه بفرمایید. از دوستانم کمک میگیریم. حتما. شما ببینید الان در متن این قرآن
برای اینکه قرآن فقط به خودش اشاره نمیکنه، شما ببینید که در اینجا میگه کسی متقی محسوب میشه، الذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی بله. چیزهایی که به تو محمد گفتم، و ما انزل من قبلک، میگه هر کسی که میخواد به تو ایمان بیاره، به تو محمد ایمان بیاره، باید همه آیاتی رو که من قبل نازل کردم همه اون آیات رو بپذیری. اون آیات رو از کجا بپذیرم جز این که اون آیات در این کتابه؟ اسناد دیگری هم غیر از این آیه هست که ثابت میکنه که خدا میگه که من از آیاتی که فراموش میشود یا مفقود میشود، از فراموش شده ها و از مفقود شده ها، خوب توجه کنید به سوال من، حوصله بکنید با من، از فراموش شده ها و از مفقود شده ها آیاتی میسازم مثل اونها یا بهتر از اونها. این بیان اینه. معنی نسخ چیه؟ نسخ یعنی یک آیه موجوده، یک آیه دیگری در کنار این آیه موجود اعتبار این رو از بین میبره. یعنی در یک آیه قرآن گفته دو ضرب در دو میشود چهار، در یک زمان دیگه میگه دو ضرب در دو میشود شش، اون آیه دوم ناسخ آیه اوله. مفهوم ناسخ و منسوخه. حالا در اینجا میگوید اگر یکی از آیات ما مفقود شده باشد، پس آیه‌ای که مفقود میشه یعنی نیست اینجا یا هست هنوزم؟ جناب دکتر عرض کردم این یکی از بحث‌های خیلی شیرینه و اجازه بدید که ناسخ و منسوخ بذاریم اصلا تحت یک پارانتز و در یک روز که از دوستانم کمک بگیریم تلفنم باز بکنیم. اما مسئله که اینجا برای من مطرحه، اولا تکلیف خدا در هدف خدا و کارای خدا را در این فرستادن این کتاب تعلیم و تربیتی برای من روشن کنید. وقتی خدا دید که این کتاب را فرستاده، 1500 سال هم ازش گذشته، اجرا نشده، حتی خانه‌ش رو شما میگید کفار گرفتن، آخوندهایی که در مسند ریاستن، مجتهدهای اسلامی همشون از اسلام به دورند، خب من چه نتیجه میگیرم؟ نتیجه میگیرم که یا نویسنده این کتاب شرایط زمان و مکان را نمیدونسته، سیستم تربیتی را به گونه درست نکرده، آمده گفته که زنها روشونه بپوشونن، آقا نمیپوشونن. الان یه چنین چیزی نگفته. آیا ببینید در مورد گفته به زنها بگه سرپوش های خودشون رو روی پستان هاشون پایین بیارن چون لباس دیگری نداشتن. در مورد حجاب زمان اگه میخواست بگه که زنها باید کرست ببندن، کرست میفهمیدن چیه بفهمن؟ اینو نوشتیم موضوع بحث مورد حجاب خواهد بود. خیلی خوب، اما الان ادامه بدیم راجع به این که حضرت محمد وقتی 5 سال آخر عمرش دید قرآن به زندان افتاده چه کار کرد؟ اون 5 سال هم ما نمیدونیم البته، شما گفتید تاریخ نداریم. نه من عرض کردم که در زمانه. بله در زمانه ما تا من به شأن نزول چه کار کرد؟ بزنید یه سری قراردادهای با شما ببندیم که هر دفعه مجبور نشیم تکرار کنیم. من شأن نزول رو نمیشناسم، یعنی نمیفهمم. بله تاریخ رو نمیدونی، تاریخ رو قبول نداری، تفسیر رو هم شیعه رو نمیدونی، سنی رو نمیدونی، به تو فرقه رو به تو فرقه نمیشناسم. بله فقط قرآن، چون قرآن هم تفسیر و تعبیر، ترجمه شما ترجمه ها رو هم قبول ندارید چون خیلی از ترجمه ها به فکر خودشون ترجمه کردن. مطلقا من در مورد باره ترجمه تفسیر نمی کنم. تفسیر رو برای کسانی می کنم که علاقه دارن که تفسیر رو بشنوند، ولی برای شما که علاقه‌مند به تفسیر من نیستید، من واژه به واژه نه، من علاقه من دستم بعض شب هم که میشینم از اول تا آخر، اون روزم به شما گفتم که شما آنچنان انرژی صرف میکنید که من واقعا خواستم به خانمتونم بگم که اجرای این برنامه خیلی خیلی مفیده، ولی حفظ و سهم خیلی واجبه. یا آخر یکی رفت پیش آخوند گفت آقا، گفت بله، گفت غیبت حرامه یا حلاله؟ گفت حرامه، حرامه. گفت حفظ و سهم چی؟ گفت اونم واجبه. گفت قربونت برم اگر غیبت نکنم میترکم.
واقعا شما خیلی خیلی زیبا اجرا میکنید، از تم حتی از اونایی که در ایران دیدم زیبا، و با احساستون با بادی لنگویجتون نشون میدید. ولی آقای دکتر تو را به خدا زمان شکم با یک ساعت بذارید، نه اینکه شما، افرادی هم که دلشون میخواد اینا را گوش بدن، آقا سه ساعت براشون خیلی زیاده، زمانشو دفعاتشو بیشتر بکنید، ولی ساعتشو خواهش میکنم شاید. چون شما دینتونو به جامعه هنوز ادا نکردید. شما غیر از این تلویزیون، آقای دکتر اینو من اینجا میگم، کتابیست که میماند، این افکارتونو نظریاتونو بنویسید و بدید چاپ بشه. ببینید 10 سال دیگه 20 سال دیگه شما که نیستید، کسی این نوارا رو تماشا نخواهد کرد، اما کتابو میشه به دیگران داد. بله، این خواهش من. چشم. باشه. چشم. این... پس بفرمایید، سوال من اینه که خدا، خدایا حضرت محمد که دید که مردم این قرآن رو زندانی کرده، منظور اینه که اجرا نمیشه دیگه، نه؟ خب چی کار، چه تدابیری اندیشید؟ ببینید، ما هر کتابی رو با فلسفه خودش باید بخونیم، یاد بگیریم دیگه. ما نمیتونیم که مثلا اگه قرآن گفته من کتاب هدایتم، بگیم نه تو دروغ میگی، مثلا کتاب شکایتی. اگه اون کتاب رو ما قبول داریم، اون مؤلف رو قبول داریم، یک سری منوال های، یک سری قواعد و ضوابطی، این کتاب میگه من این چیزها رو یاد میدم، این چیزها رو یاد نمیدم، من از طرف این هستم، من از طرف اون هستم، همین چیزایی که تو قرآن هست. حالا قرآن که ما فکر میکنیم زبان خداست، میگوید من به بشر اختیار دادم و در مقابل این اختیار بهش مسئولیت دادم. تا اینجا یک سوال حکمته، یعنی از ما بپرسن که چرا خدا به ما اختیار داده و چرا مسئولیت داده، من پاسخی برای این ندارم. یعنی من یکی از خصوصیاتم صداقتمه که بگن آقا شما به من بگو، من نماینده خدا، من چه میدونم. سیستم آفرینشش خودش ادعا میکنه که اینطوریه، یعنی به شما اختیار میده، خب به شما مسئولیت میده. در جای دیگه هم حتی به رسولش میگه که تو اینقدر در پی هدایت اینا نباش، هر کرا که من بخواهم هدایت میکنم. تو بی خود میخوای اینا رو هدایت بکنی، هدایت فقط از منه و من میتونم از خدا بپرسم که آه خدا چرا بعضی را هدایت میکنی و بعضی را هدایت نمیکنی؟ این چه عدالتی است؟ یک واژه‌ای ما داریم در زبان عربی که اونم تفسیر من نیست، میتونیم الان به دیکشنری مراجعه بکنیم، که ریشه به اصطلاح شیع، شین و یه و الف همزه، این معنی خواستن، معنی اراده کردن، معنی به کار بستن و بالاتر از همه معنی وضع قانون و در واقع ضابطه ایجاد کردن میده. در تمام طول این 400 خورده سالی که قرآن به فارسی ترجمه شده، اولین قرآنی که ترجمه شده، اون مؤمنی که اول دفعه این کار رو کرده، از این واژه‌ای که هر جایی که موضوع به اصطلاح اینکه خدا بخواهد، از این ریشه شایعه استفاده ای که کردن، گفتن خواستن. در صورتی که چرا من میگم این ترجمه اشتباهه و چرا میگم همه اینها اشتباه کردن، نه اینکه شعور من از اینا بیشتر باشه، من اصلا همچین ادعایی ندارم. من میگم وقتی که قرآن رو ما باز میکنیم، اولین آیهش که آخرین آیه قبل از یکی دوتا مونده به آخر قرآن، سوره اخلاص، در اونجا وقتی خدا خودش رو معرفی میکنه به پیغمبر، میگه منو معرفی کن با این مشخصات، میگه من احدم. در درجه اول قل هو الله احد، الله الصمد، من صمد هم هستم. معنی صمد رو ما نگاه میکنیم، میبینیم صمد عبارت است از یک وجودی که مطلق، بی محدودیت، بی آغاز، بی پایان، هیچ جایی نداره که بشه متر گذاشت و اندازش گرفت و بی نیازه و غیر قابل تغییره. خواستن دلیل بر نیازه. میخوام بگم که جنگ فلسفی من برای خودم دارم، من لجبازی با کسی نمی کنم،
نه با مردم لجبازی میکنم، نه با ملا لجبازی میکنم. من اصلا خیلی آدم صلح دوستی هستم. اینو فرمودین 400 سال پیش که شروع به ترجمه فارسی کردن، این اشتباه شده نه؟ یعنی به جای این که بگن قانون خدا، خب در فرانسه چی؟ به فرانسه هم قرآن ترجمه شده، به روسی ترجمه شده، به بیش از 500 زبان زنده دنیا الان قرآن ترجمه شده است. اونا هم این اشتباهاتو کردن؟ بعضی هاشون کردن، بعضی هاشون نکردن. خب اونایی که نکردن چگونه گفتن؟ گفتن قانون خداست، یعنی دقیقاً ترجمه صحیح این رو گذاشتن. وقتی میگه که اگر من بخواهم هدایت، یعنی اگر قانون من شامل بشه، اگر نخواستم هدایت نمیکنم، یعنی اگر قانون من شامل بشه. یا زمانی که حضرت محمد گله کرد از اینکه مرتب خدا از داده که خداوند این کارا هستین، خدیجه طفلک شطور میکشتن، مهمانی میداد و فک و فامیل دوستانش در مکه. خدیجه رو ما الان نمیشناسیم، یعنی من و شما در جایی نشستیم که تا وقتی که در این چارچوب قرآن هستیم نه عایشه میشناسیم، نه زنش. فاطمه میشناسیم، نه زینب میشناسیم، نه خدیجه. یکی از زناش آشپزی میکرد و غذا میآوردن و اینا باور میگفتن. وقتی هم که تمام شد و میخواست راجع به اسلام صحبت بکنه، اینا میگفتن یا محمد آبگوشتت خیلی زیبا بود، قشنگ بود، خوشمان اومد، حدسنی. پاشون میذاشتن رو دیوار، گفتن حدسنی. در همچو شرایطی اسلام را قبول نداشتن، به حرفهای حضرت محمد گوش نمیدادن. و وقتی حضرت محمد رفت شکایت کرد که آخدا گوش نمیدن، خداوند فرمود که الان شما کاملا توی هشتی قرآن هستید. بالاخره ما هدایت میکنیم، درسته؟ ببینید پیغمبر از نظر مردم، چون مردم با دیکتاتور، با حاکم، با جادوگر، با صاحب قدرت سر و کار داشتن، قرآن تکلیف پیغمبر رو معین میکنه. 5 خاصیت هست که انسانها بر انسانهای دیگه حاکمیت میکنن. همه اینا رو از پیغمبر گرفتید. وکیلشون نیستی، قیمشون نیستی، وکیل نیستی، وکیل مردم، مسئول اعمالشون نیستی، وکیل من هم نیستی، اجازه هدایت نداری. نه اینکه هدایت خوب انجام بده، اصلا میگه هدایت به تو مربوط نیست، ارشاد هم به تو مربوط نیست، تو فقط مأمور ابلاغ هستی. حالا مسلمان ها خوششون نمیاد که این حرف ها رو بشنگن و به هر حال امر به معروف و نهی از منکر با قرآن مخالفت داره نه؟ امر به معروف یعنی اینکه اون چرا که شما میدانید و معروف میدانید، یعنی معروف یعنی پسندیده که به درد مردم میخوره، اینها رو برای مردم تعلیم بدید. خود خدا پاش رو از مرحله تعلیم جلوتر نمیگذاره. چطور بنده خدا اجازه داره که از مرحله تعلیم به مرحله تحکیم برسه؟ خود خدا خودش رو مجاز نکرد. میگوید خدا من کارم به هدایت تمام میشه، به تو اختیار دادم، هدایت هم به تو میدم، راه و چاه رو به تو نشان میدم، عمل و عکس العمل رو هم به تو یاد دادم. همه این قرآن از اول تا آخر اکتساب، عمل و عکس العمل به شما یاد میده که شما اگر از این طرف رفتید میرید به این شهر میرسید، از این طرف رفتید. من نقشه راه قرآن، نقشه راه رو شما نباید انتظار داشته باشید که نقشه شما رو سوار نقشه بکنه و ببره به یه شهری. نقشه کارش این نیست، همچین ادعایی هم نداره. خیلی حیرت میکنم که الان این توسا ماشین هایی که ساختن توش یه چیپای میذارن اینقدر که وقتی ما آدرس میدیم اینقدر زیبا آدمو میرسونه به قرآن از اون زیباتر آدرس میده. پس چرا کار نمیکنه؟ برای اینکه شما اتومبیل ندارید. یک ببینید جان آقای مهندس، الان این تلفن من اگر که توش یه آدرسی باشه و شما از جاتون حرکت نکنید، تو این استودیو نشستید، همون آدرس زیبا رو روی این نقشه تلفن به شما بده، بودن و نبودن این نقشه زیبا با این صنعت الکترونیک، با این تکنولوژی جدید، با همه این کارهای حیرت آوری که در دنیای ما شده، آقای اجازه بدید من سوالم تمام بشه، بود و نبود این نقشه‌ای که اینقدر سوفیستیکیتده در دنیایی که ما زندگی میکنیم، بود و نبود این نقشه چه تفاوتی میکنه اگر شما از روی این صندلی حرکت نکنید؟ یعنی در ارتباط با این نقشه پیشرفته اگر شما اراده و اختیار خودتون رو به کار نبرید، این نقشه بود و نبودش به چه درد میخوره؟ قرآن اگر که به این نقشه هست، تا وقتی که شما در مقابل این نقشه راه عملی انجام ندادید، نشست و برخاستی انجام ندادید، تصمیمی نگرفتید،
بود و نبود قرآن برای شما که به قرآن توجه میکنید مؤثره، توجه نمیکنید بود و نبود قرآن برای کسی که به قرآن توجه نداره یکسانه. یعنی چه قرآن بود چه نبود. چرا؟ اگر قرآن قانون بود، اگر قرآن تحکیم داشت، به وسیله مردم تبدیل به یک قانون شده بود، میدادن به قوه اجرایی، شما میخواستید یا نمیخواستید باطوم قانون بالای سر شما بود. اما قرآن باطوم قانون نداره. قرآن یک سری راهنمایی هایی میکنه. مثلا فرض کنید که در سوره دوم قرآن میگوید که اگر شما در جامعه انفاق نکنید نظم جامعه به هم میریزه. اگر شما در جامعه انفاق نکنید و عدالت رو رعایت نکنید صلح در جامعه نخواهد بود. حالا شما میگید که این کتاب که اینا رو گفته چرا انقدر جنگه؟ قرآن به جنگ و صلح چی کار داره؟ قرآن داره به شما میگه شما اگر دو رو با سه جمع بکنید میشه پنج. جناب دکتر من نمیدونم شما مطلب من رو توجه گرفتم. میکنید ببین جناب دکتر، ببین الان این دستگاه که من صحبت کردم این قده ها، خداوند همین دستگاه شو در قلب و وجود ما میگذاشت. ببین قربان، شما این تلویزیون دارید و راجع به قرآن اینجوری میگید، تلویزیون دیگه راجع به انجیل میگه، اون یکی 4200 تا تلویزیون داریم، 4200 تا دین داریم، حالا از ادیان بگذاریم. شما میگید که شیعه که تکلیفشون روشنه چون عید قدیر خمی نبوده و علی جانشین نبوده. تمام شد. عید قدیر خم بوده، بوده ولی این موضوع این نبوده، موضوع برادری مسلمین بوده. پس نه، خلافت علی نبوده مطلقا. بسیار خوب. این بزرگترین توهین به حضرت محمد. بقیه مسلمان ها هم که هستن تا به حال قرآن را نه تنها اجرا نکردن، بلکه آخونداشون و مجتهدینشون و دانشگاه الازهرشون و والی کعبه شون هم همشون مرتدن و کافرن. آقا خدا باید اعلان بکنه که آقا من اشتباه کردم. هرگز خدا اشتباه نکرده. پس چرا این همه 4200 تا دین فرستاده و هیچ کدامشون مورد قبول اون یکی ها نیست؟ مگر اینا از یک جای ثابت الهام نمیگیرن؟ مگر فرستنده قرآن و تورات و انجیل و اوستا یکی نیست؟ اصلا همه این کتاب ها یه درسه. چرا در شباهتی به هم ندارن؟ اقتل المشرکی نه در یک کتابی اومده، این یکی هم گفته که الان یه آقای بود که اغلب می اومد به سمینارهای ما و خیلی جالب بود، میگفتش آقای فیروزی ما با مسلمان ها چی کار داریم؟ بودم آقای دکتر شما با مسلمان ها کار ندارید، بله مسلمان ها با شما کار دارن. اگر ما با اینا بودم، بس شما دستور بدید یه کشتی بزرگ درست بکنن 1.5 میلیارد مسلمانو ببریم بریزیم تو دریا. قربانتون برم الان در دنیا بزرگترین مایه اختلاف و به اصطلاح نفرت اول مسائل مذهبی است، بعد مسائل نژادی. خوشبختانه مسائل نژادی در همین 50-60 سال اخیر به کمک علم ژنتیک حل شد. الان بنده که یه مختصری من 50 شد این درس خوندم، الان هر کس راجع به نسل آریا بگه من میدونم که 2 کلاس سواد نداره. آقای دکتر این هم که در قرآن هست را به شما یه دفعه هم گفتم، ثابت شده که انسان ها 99% ژن مشترک دارند، علما ثابت شده. ثابت شده که ما 140,000 سال حداقل از موجودیتمون در روی کره زمین میگذره. ثابت شده که همه ماها از یک پدر و مادر سیاه پوست به دنیا آمده ایم. در اثر تشعه و تغذیه و محیط اینا رو داشتیم. نه آریایی هست، نه ترک هست، نه عرب هست، هیچ کدام از اینا نیست. ایها الناس ما همه بشریم، بنده یک خدای دادگریم، خواهران و برادران. من اینو اغلب به دوستان میگم، میگم کتاب های مذهبی لا این افتخار رو دارن که از اول همشون گفتن که ما خواهر و برادریم. تورات هم اینو میگه، انجیل هم اینو میگه، یوحنا هم اینو میگه، تمام کتاب های مذهبی اینو میگه. پس چرا
ما به چیزهای مشترکی که در اینجا هست توجه نکنیم و بیاییم خاتمیت قرآن رو ثابت بکنیم. قربانتون برم، در اصالتش مردم شک دارن، هزاران به مسلمان ها چون شنیدن. خود جناب عالی در مقابل سوال یکی از شرکت کنندگان در یکی از سمینارهای ما پرسید که ما دین را چگونه به دست میاری؟ شما اول نفری گفتید که گفتید در اثر قدرت و زورگویی پدر و مادر و جامعه. همینطوره. الانش هم آقا یهودی هم همینجور به دست میارن. پس ما برای چیزهایی که برای فهمیدنش اصلا زحمت نکشید به ارث بردیم، چرا این همه دعوا کنیم و بخوایم شما ثابت بکنید این کتاب آخرین کتاب خداست، مسیحا ثابت بکنه که انجیل آخرین کتاب خداست؟ میدونی چی میگن؟ میگن اینا من میدن، یه چند چیزایی اصلا میان در مغازه و اینا، میگن اینا من میدن ولی مال انجیل دیگه پسر خداست دیگه. خب اینا رو چگونه میخوایم ثابت بکنیم و مشکل رو چگونه شما میبینید؟ چون وقت ما رو به اتمامیم میخوام اینو عرض بکنم، آخر شرف نمیزنم شما تو جواب بید. من به هیچ عنوان فکر نمی کنم که ما اجازه داشته باشیم که چیزی رو به کسی تحمیل کنیم. یعنی من به هیچ عنوان فکر نمی کنم که قرآن هم نظرش این باشه که ما ثابت بکنیم به شما که پیامبر اسلام پیامبر آخری بوده یا قبل از آخری بوده یا تعداد چندم بوده. من آزاد هستم که برای خودم در رابطه معنوی که با هستی دارم اینجور فکر بکنم که این کتاب مطالبش درسته و این پیامبر هم آخرین معلمی بوده که آمده. این چه اشکالی داره که من برای خودم این فکر رو بکنم به شرط اینکه تمام حقوقی رو که برای خودم قائل هستم برای شما هم قائل باشم؟ یعنی اگر که شما گفتید که این پیامبر اولی بوده اتفاقا پیامبر آخری نبوده، من شما رو قطع عام نکنم، من از حقوق اجتماعی شما رو محروم نکنم، من به خاطر عقیده حقوق افراد رو جابجا نکنم. ما اونجا رو اگر یاد بگیریم خود این فرمایش شما یک نوع نقض حقوق محسوب میشه. یعنی ما به یک شخصی بگیم که اینجور فکر نکن، یعنی تو فکر نکن که این محمد پیامبر آخریه، چون این خیلی حرف احمقانه است یا این خیلی حرف صفیحانه است و در ذهن آدم جا نمیگیره، با منطق تطبیق نمیکنه. یعنی شما اینکه اینطور فکر میکنی آدم احمقی هستی. من به شما بگویم که چون شما فکر میکنید که پیامبری ادامه داره یا چون شما فکر میکنید که وحی اون وزنی رو که در دینهای قبل از اسلام داشته در دینهای بعد از اسلام نداره، بنابراین شما اشتباه میکنید و محدود بکنیم عقاید هم دیگر رو. یعنی من بگویم که شما حق ندارید که بعد از اسلام دین بسازید، من با این مخالفم که من کی هستم که بتوانم برای عقیده شما حد و قد معین بکنم که شما چون من فکر میکنم که محمد آخرین پیامبر خداست و فکرم میکنم، بنابراین من شما رو موظف میکنم که شما اجازه ندارید که جز این که من فکر میکنم فکر دیگری بکنیم. آقای مهندس، یک نهضتی باید در جامعه بشر شروع بشه که اون درد رو درمان بکنه. درد این نیست که محمد آخرین هست یا نیست، درد این هست که ما باید آزادی عقیده رو بپذیریم. اگر شما آزادی عقیده رو پذیرفتید و افراد بدون اینکه حقوقی از دست بدن توانستند که آزادی عقیده داشته باشن، اون وقت اهمیتی نداره که پیامبر اسلام پیامبر خاتم هست یا نیست. الان به این علت هست که پیامبر خاتم است و مهم است که این خاتم بودن پیامبر به او و مسلمانان یک حقی میده که هر کس بعد از اسلام گفت من یک دین آوردم سر او رو ببرن و او رو نفی بکنن و کشتار بکنن و حقوق اجتماعیش رو بگیرن. اونجا رو باید جبران کرد، نه عقیده یک فردی رو. شما میخواید فکر کنید که این پیغمبر پیغمبر آخری هست، یعنی هر چی هست به خودت مربوطه، حقوق من رو اجازه دستکاری نداری. شما با این نظر موافقید یا مخالفید؟ صد درصد. ولی در تمام کشورهای اسلامی الان بیش از 80 کشور اسلامی در هیچ کدامشون این تعلیم قرآن اجرا نمیشه.
این برمیگرده به اینکه ما ببینیم که قرآن اجرا نشده. خدا نه، از موضوع قرآن نیست. موضوع اینی که اون وقت باید بریم ببینیم محاسبات خدا در خلقت بشر، این اراده‌ای که بهش داده، با این مسئولیتی که بهش داده، با این وظیفه‌ای که به گردنش گذاشته، اینها با هم تناسب داره یا نداره. و اشکال در خلقت. و تا روزی که روی این ژن‌های ما جراحی ژنی انجام نشه، ما این مشکل خواهیم داشت. آقای دکتر، اصلاح ژن از یک گندم الان 70 گندم به وجود میاره. اطلاعات ما راجع به حقایق زندگی آنچنان کم و ضعیفه. من اخیرا شروع کردم به دادن آمار راجع به این که ما چقدر در روز آب مصرف میکنیم. قرار بود جناب عالی قبض خونتون رو نگاه بکنی و به من بگید که ماه گذشته یا این ماه هر روز چقدر آب مصرف میکنید. حالا فرصتشو داری آقای دکتر. یه پرتقالی که شما دوست دارید و میخورید برای به وجود آوردن اما 35 گالون آب مصرف میکنه. اما یک پوند گوشت میرید قصاب، نیم کیلو گوشت میخرید، میدونید چقدر آب صرف شده تا این نیم کیلو گوشت به دست شما برسه؟ جناب دکتر باور نمی کنید، ولی من 3-4 منبع را چک کردم، 1800 گالون برای یک پرتقال. نه، برای یک پوند گوشت. گوشت، یک پوند گوشت. یک پوند گوشت. این حیوان از روزی که دنیا آمده تا روزی که سرش بریدیم و گوشتاش رو تیکه تیکه کردیم، مقدار آبی که مصرف شده برای هر نیم پوندش 1800 گالون می شود. ببینید ما چقدر جنگل ها را از بین می بریم. سالی 4 میلیون هکتار زمین ها را، درختاشون رو می کاریم، از بین می بریم که اونجا یونجه بکاریم که این حیوانات اون یونجه ها را بخورن که ما بتونیم از گوشتش استیک درست بکنیم. همه الان تمام هستی ما زیر سوال رفته. اگر خدا هدفش به دوزخ بردن ما نیست، خب یه جهشی در ما به وجود بیاره. آقای پاپ به نام خدا 1000 سال دانشمندان ما را به عنوان جادوگران در کورهای آتش و در هیزم گذاشتن و آتششون زدن. اروپا زمانی از این خواب غفلت و نادانی زیبا شد، بیدار شد که پای اسلام و دانشمندان اسلامی به اونجا رسید. ما مجبوریم با تمام دنیا مراوده داشته باشیم، مجبوریم با تمام. ببین، با کلمه کافر نجسه میشه حکایت مادر من. و من نمیدونم این خداوند که این بشر رو خلق کرده و همشو از یک نژاد خلق کرده، چرا امروز در جهان امروز در قرن 21 تل آریایی یا آقای میخواست در یکی از سمینارها من صحبت بکنه و این مسئول سمینارشو اینا به معرفی کرد. من زنگ زدم در اتریش با من صحبت کرد، گفتش بعد همشهری ما بود، به ترکیه با هم صحبت کرد. ایشون گفتن که من دکترامو در رشته ترک شناسی گرفتم. بعد به من دلداری داد، گفت ما ترک ها که میگم ما نیستیم، ما اون تاتارا هستن. دم یعنی چی؟ گفت اونو عقب ماندم، بدبختم، بیچارم، فلان. گفتم والله تمام اینایی که شما میگید نشانه عقب ماندگی شماست. من رشته ای را خوندم که در اونجا میگی که انسان ها در 99% ژنای مشترک دارن. ترک و فارس چیه؟ ما ایرانی هم مثلا اون روز من یکی از دوسته آقا ما چون عرب خارا ما خیلی دست کم بگیریم، توهین میکنیم. اینجوری نیست. در تاریخ تمدن بشر جناب دکتر هیچ ملتی مهمان دوستتر، مهمان نوازتر و با گذشتر از عرب نبوده و نیست.
اینی که اجازه بفرمایید که امروز برنامه وقتمون تمام شد، بقیه این برنامه را در این مورد که خب شما الحمدلله یه جایی دیوار امنی دارید، قلعه بزرگی دارید که توش میرید و میگید آه حکمت خداست من نمیتونم. چون اگر که بخواهیم که از خودمون مسائل غیر واقع رو مطرح بکنیم و همینطور که هست که وکیل خدا میشن و از طرف حکمت خدا نظر میدن، ما اون کار رو بکنیم اون وقت ما مثل اونها میشیم. اگه موافقت بفرمایید در نشست بعدی دارم فکر میکنم که چون ممکنه که ما به دلایلی شما رو ممکنه که هفته آینده گرفتاری داشته باشید یا نتوانید که تشریف بیارید، شاید که ما یک ساعت دیگه اگر که اتاق فرمان موافقت بکنن بعد از یک تنفس کوتاهی به این برنامه زنده ادامه بدیم و بعد ببینیم که انرژی من و شما در چه وضعی قرار داره و بعد تصمیم بگیریم. شاید هم در بخشی از این برنامه بتوانیم که من در زمان تنفس به فیسبوک نگاه میکنم، به سوالات شما نگاه میکنم و ترتیب بقیه ادامه برنامه رو باز میگردیم با شما مطرح خواهیم کرد. با ما باشید، با خدا باشید. که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو، نخواهم عمر فانی را توی عمر عزیز من، نخواهم جان پرغم را توی جانم به جان تو.